خب بچه ها، عرضم به حضورتون که بگم خرید کرد سامی یه کمی انارش فکر کنم خیلی خوب باشه. خرمالو رو من به خاطر اینکه خوب بشورم، این گل برگاش هست اینجا هست، اینجوری اینا رو میکنم که زیرش قشنگ تمیز بشه. این لک و لوک هم که میبینیم مال خودشه. بعد خرمالو های اینجا نیست، سفت سفته ها، اصلا با خرمالو های ایران زمین تا آسمون فرق داره، اصلا اون طعم گس رو نداره. من اول سامی گرفته بود گفتم بذارم برسه، بعدن دیدم که نه بابا این اصلا کلا سیستمش فرق داره. بعد به گرفتم، میخوام مربای به درست کنم خدا بخواد. بعد اینم که بلوطه، اینا رو مثلا من خامه اینا رو دوست دارم، بچه هم همینجور، ولی پوست کندنش خیلی سخته. ولی میتونیم هم یه چاقو بزنیم بذاریم تو فر یا توی همین هواپزه، سامی اونجوری دوست داره ولی مثل پنیر نرم میشه، من اونجوری دوست ندارم. خب حالا بگذاریم، غذا میخوام عدس پلو درست کنم. برنج رو خیس کردم، اینم که عدس سری میپزه، پیاز رو سرخ کنم، گوشتم سرخ کنم، اینم که کشمیشه مونه. کشمیش و عدس پلو اینجوری دو رنگ که آدم میریزه خیلی خوشگل میشه. بعد آها یه چیز دیگه هم میخواستم درست کنم، بذارید نشونتون بدم. اینجا چی داریم؟ آلبالو، اصلا این آلبالوهای یخی، اینا رو سامینه حواس کرده و اون دفعه از این آلبالوها که درست کردی مثلا آلوچه آدم درست میکنم، یه بارم درست کردم، ویدیوش رو گرفتم خیلی وقت پیشا، خیلی خوشمزه میشه، مثل ترشک که درست میکنن تو ایران میوه و اینا مثلا قاطی میکنن اونجوریه. بعد الان من درست میکنم ببینید چی جوری و چقدر خوشمزه. این 300 گرم آلبالوه هستی گرفته است، تمیز شده که رو هم رفته میشه 900 گرم، نزدیک 1 کیلو. اینو میریزم تو قابلمه. برای این 900 گرم آلبالو همون 1 کیلو حالا میگیم، یه دونه از این استکانا آب میریزیم توش. حالا این گوشت داره سرخ میشه، من ادویه‌هاشم بزنم، زعفرون بهش میزنم. یکی برام نوشته بود که یکی از شما که زعفرون مصرف بالا سامون. آره من که بیشتر غذاهام زعفرون میریزم، زعفرون نباشه این که غذا رو نمیتونم بپزم. یک کمم دارچین کوچولو، نمک، پودر سیر، یکم فلفل، این الان دیگه آماده کنار. آبه آلبالو الان ببینید آب انداخت، الان من زیرش رو کم کردم. حالا چیکار میکنیم؟ این رازش اینجاست، این نشاسته است الان. خب برای این سه تا بسته 300 گرمی سه تا قاشق چایخوری نشاسته اضافه میکنم که یه دونه زر این قاشق سرصاف ستا. اندازه کافی نمک میزنیم. حالا این نشاسته رو با یکم آب سرد در حدی که فقط حل بشه، با آب سرد اینو حلش میکنیم که میریزیم اون تو گله نشه. بعد اینو به این اضافه میکنیم، سریع هم میزنیم.
این سری بهش نمیخوام خیلی غلیظ بشه، در حدی که از اون شلی درش بیاره فقط. آلبالو نه خیلی جوشیده که له بشه. داری میری ماما؟ چیون؟ آلبالو دارم درست میکنم. ها؟ بده اموزه به خودت باشی تو ورزش ها. این الان داغه، سرد بشه یکم از این سفتر بشه. انقدر این الان خوشبو خوشمزه است که حد نداره. خب این الان آماده است. راستی بچه تا یادم نرفته اینم بهتون نشون بدم، امروز یخچالمون اومدن عوض کردن، یه یخچال نو گذاشتن. مارکش همونه، الکترولوکسه. اینجا بیشتر لازم برقی ها الکترولوکس، مارک خیلی خوبی هم هستش. تقریبا مثل همون یخچال قبلیمونه، فقط اینجاش دیجیتالی شده. اون قبلی اینجاش درجه داشته، خب مثلا 10 سال پیش بود دیگه. بعد دیگه دوتا کشو داره. این دوتا مال یخچال قبلیه بود که من اینا نیگر داشتم گذاشتم. فرقش هم با اون یکی اینه که این یخچالش یه مقدار مثلا این طبقه بیشتره، یه طبقهش فریزرش هم کوچیکتره، هم از لحاظ عرض هم طول یکش رو کمتره. بعد دیگه هم دیگه گفتم اینم بهتون نشون بدم، در جریان باشید. خب بعد از پلو هم حاضر شدش دیگه، من تو بشقابو میکشم دیگه، دیسش نکردم چون خیلی خستم، منتظرم شام رو بخورم و یه جارو برقه بکشم جوش بگیرم که دیگه بخوابم. فردا دوباره صبح 5 باید بیدار شم. بوش که خیلی خوب شده، عالی شده بوش. خب من بکشم. دارد بخواد بارون بیاد امروز وقت تا ها نمیخواد. آره سامیه داره هوا رو میگه، هوا شناسی آینده رو نگاه میکنه. خب سلام به همگی، خوش اومدید به ویدیو ما. بچه اینجا ساعت 6:30 صبح، دارم سامیه رو میبرم. هوا قشنگ تاریک تاریکه، اصلا به معنای واقعی شبه. سامیه رو میبرم و بعدم خودم میرم. یه ذرم از این ور من رو ببینید، انقدر سرده دیگه دستکشم هم باید بیارم یادم رفت. دام بودم تو سر سارا رو به زور دارم میبارم لیده. الان همین که به زور میادش چرخ رو پر میکنه.
لاغر بذار تو کیسه. اینجا بردار. کیک بگیرم نگیرم، خودم درست کنم، چیکار کنم؟ خودم درست میکنم. جعفری منم بگیرم. نداره این نداره؟ نه اینجوری که نیستش که بده تیکشو بکر روش در میاد. این چه بوی داره؟ بیدم داره. شیر بگیرم از این زیر برمیدارم. زیرا نوتره. تو هم چه مشکلی داره از این زیرا برمیداری؟ نه نه چی باتر مجرد زیر بر بعد بیشتر موقع هم چیز میشه ها. میام خونه اونم ایرادی دارم. نرمالی؟ خب سامیا ترکی بلده. بهش میگم که فقط دوتا کلمه میگم حدیثی میشه میگه هیویج. میگم آره ترکا میگم. میگم پنیر میشه پنیر. جدید آبادان بوری کسپناجو حیفت گوشنم نیست. من لباس های واسه کریسمسه. من اینه گرفتم برای خودم جفت گیر شدم. بیا بارم نپوشم. از کادو من بر بخرم. دوک سفید دوک سیاه. اتفاقا مال سامیار جدید مدرسه شون مثل تو ایران به ما بین دادن که بخوان پول جمع کنیم واسه معلماشون چیزی بخوان. آره من باید بگم ما باید پول بدیم. سامینا هم واسه معلم خودش میگیره و یه دونه معلم فریتی داشت. این شم محمدی که لیوان شم ولی به خودشون نظر بدن. کپشن نازوکه 250 کرون. سامیا خوشحالم. رفیق
خب خریدار رو نشونتون بدم. خب یه بسته جعفری گرفتم، شیویت، این دوتا شکلات هم گرفتم برای سامیار سامینا، صدام گرفته فکرم سامو خوردم، این دستمال برای عینک، سه سامینا گرفته بودم، سامیارم دوست داره میگی منم میخوام. اینم که گودیسه حوید، اینم از این لیسک هاست، بزرگشو دارم دوتا، بعد این کوچولوه. بعضی موقع آدم کوچیکش هم لازم داره، اینم خیلی خوب بود. بعد دوتام دوک گرفتم، دوک نخ، چون سفید و مشکی آدم بیشتر از همه استفاده میکنه، دیگه داشت تموم میشد. گل کلم، کلم بگ، این همه خوش بکنم داره مثل ماشینه ولی من میگیرم برای سرویس بهداشتی. اینم پاستیل نوشابه‌ای مورد علاقه خودم، لبو، سیر، این هم از این ظرف هاست دردارا. بعد کاغذ کادو هم گرفتم، دیگه نزدیک کریسمس لازم میشه تو خونه همین دیگه. الان سامی هم رفته دوباره یه سری ویلیز خرید کنه، بعدش هم این که بزنید وابیلو. دوباره سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین، از این به بعدم میخوان همراه بشین، ویدیو طولانیه دیگه. ما همجور که دیدی با سارا رفتیم لیدل یکم خرید کردیم، از قبلم نمیدونستم چی داره چی ها نداره، رفتم بیشتر برای سامیا ببینم شلوار اگه داره و شلوار بگیرم که نداشتش، ولی خب چیزای دیگه گرفتم که دیدیم. بعد الانم که یه برف خیلی قشنگی گرفته که من دعا میکنم برف بشینه دیگه، فردا بچه ها برن سارسا رو بازی کنن. الانم راستشو بخوای ظهره موقع غذای، بعد سامی زنگ زد اونم ویلیز داره یه سری خرید میکنه، بعد گفتش که بیام خونه تا رفتم دنبال بچه ها بریم با هم دیگه یه غذایی بخوریم. اونم غذا داریم مال، خب دیگه اشکال نداره هرچند وقت یه بار دوتایی بعد میسادم یه بره یه غذایی هم بخوره. صدام گرفته، پایم هم نیوردم از اتاق، از تنبلی بازنم گذاشتم به تو جلوی کتری قوری، بعد نورم که نیستش، امیدوارم که الان خوب باشه همه چی. هیچ دیگه، من اینا رو توندی جمع کنم و سامی هم خریده رو بیاره اونا رو جا به جا کنم و بعد بریم ناها رو، بعدم بیا بده به ماجرا تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. دیگه دو روز تعطیلیه، امیدوارم که در کنار ما بهتون خوش بگذره. این انارا که دیروز گرفتیم اونا رو هنوز دوم نکردیم، سامی رو بود دوم کنه، بعد دیروز همون دیروز قرار بود دون کنه، بعد دیگه از شانس مزد ماشین باتریش تموم شد، باتری خالی کرد، بعد دیگه دیروز سامی بیچاره درگیر این باتری خریدن و باتری گذاشتن اینا بود که سامیانم از ورزشش حتی مونده، بعد یه انارم هم اینجور مونده، حالا باید دون کنه دیگه. یه گفته امسال هرچی انار گرفتم خودم دون میکنم، منم که از خدا خواسته. الان خواستم اینا رو بذارم یخچال، یاد این افتادم یه سبد من دارم زمستونه، اون سبد رو میذارم تو بالکن که سرده دیگه، مواد غذای میوه و اینجور چیزایی که میگیریم زیاده میذارم تو سبد قشنگ مرتب گوشه بالکن که خرابم نمیشه. الان باید برم اون از انباری بیارم که این میوه اینا رو بذاریم توش. البته یه چیز دیگه دارم بازم هم اونو بیارم، اینا چش آوردم، اینا خب توی یخچال جا نمیشه دیگه، اینا رو میذارم این تو، بعد لبو، سلام علیکم. خیلی قشنگه، نکنه یادی قشنگ شد، یه یهو قشنگ شد، میام دیگه الان.
بیای، چیزایی که یخچال لازم نیست و بس بذارم اونجا باشه. من اصلا جمع نمی کنم. من خونه تکونی کنیم. منو میشناسه دیگه. آخه سابقه هم خرابه، میگه بر نداری خونه تکونی کنی. یه بار همینجوری از پنجره قراشو بده و من سری بیام. من هم این نور همه رو تونتون چیز کردم، شستنی ها رو شستم، خوش کردم، گذاشتم، خیلی سریع کردم، ولی خب دیگه یه روپی طول کشید دیگه. بعد الان میگه خونه تکونی نکنی، رازو جمع کنم. خب بچه هم میخوام حرف گوش کن باشم، فقط اینایی که توی یخچال رو بذارم، من چیدم رو میز، فقط اینا رو میذارم و میرم. قبلش فقط بهتون نشون بدم این خمیر واسه بیسکویته که هر سال درست میکنیم. اونایی که چند سال با من هستن میدونن که هر سال عید کریسمس ما اینو درست میکنیم. البته که من ننوشته بودم، زوده هنوز، ولی سامی گرفته. بذار نشون بدم از این بیسکویت ها. بیسکویت زنجبیلی بهش میگم، زنجبیلی. سیب، موز، پیاز قرمز، هوس تاکو کردن دیگه، وسایلشو سامی خرید. این هم پرتقال کیسش پاره شده، گودیز، این هم نونه میگه مثل قایقه مثل تاکو، نونه ساده، پنیر، نونه خشک و کنکی برود دیگه، چیپس و شیره، این هم که دوغه، مارشمالو هم برای گریل کردن، ذرت، ماست، خیار، اینم ذرت، اینم سس تاکویی که با گوشت سرخ کرده آماده میکنم. الان این یخچالیاشو که جا نمیشه میذارم این تو، اینو میبرم میذارم بالکن، اینو میذارم یخچال و دیگه میرم با اجازتون. سلام علیکم. خوبی؟ مرسی. سلام. سفر که باشم نمیشه، ولی الان بالای سفر این رو الان کنم با سفرها آبی خیابونا که میشه. اینجا تازه باز شده، میگن غذایش خوشمزه است، غذای افغانی. بخوریم ببینیم چیه. خب ببینیم چیه. این سس های مخصوصه نه دیگه، برنج آره. دیدی تو؟ خیلی برف. دیدی چه برفی بود؟ ولی حیف که الان بارون شد، الان همش آب میشه. خوب بود مدرسه؟ همه چی عالی بود؟ بریم خونه بوست کنم. خب شلپس شده هوا، تمام زمین یهو بارون. این بده دیگه، شلاش میشه. نه بد نبود. نه گفتم بد جور جور آشولاش شده اینجور، ولی الان میدونی آشولاش نه نصفش هم مثلا اگر یخ بزنه میدونی اینجا مثل شیشه میشه اون موقع. آره بعد بر میدونم از این شنا میریزن، نمک ها میریزن. بعد امروز مینوس گرادره. الان نه، الان فعلا یه درجه پلوسه. یه درجه پلیس یعنی چی؟ یعنی که یه درجه بالای صفر. سامیاری نهار چی خوردی؟ یه سس. سس خوردی؟ سس با برنج. بعد خورش نبود؟ مرغ بود، خوشمزه بود. خدا رو شکر. ملامول چی خوردی؟ خیار تو خوردی برات گذاشتم؟ یه دونه. میگه باتری ماشین دیروز عوض کردم سنگین بود، میگه برو یه بار دیگه بلند کن. باباش ببین چه حالی داره، داره میره بلند کنه. نمیگه بابا اصلا بست نکن، خیلی سنگین. واقعا بده، نمیخوام بلندش کنم. نه تو رو خدا بلندش کن زیاد.
خب وسط کارا گفتم که دیدم که این شیشه توش من همیشه آرد و ادویه‌ای که واسه ماهی سرخ کردن استفاده میکنم و همیشه یه شیشه اینجوری پر آماده میکنم که دیگه هدفه میخوام ماهی سرخ کنم دیگه 2 ساعت اینا رو نخواد با هم دیگه مخلوط کنم. دیدم الان تو شیشه یه ذره مونده مثلا درست کنم شما ببینید. آرد ریختم، بعد اینم که میبینی ادویه گریل کرید داره که اینجا خیلی استفاده میشه، مثلا سیب زمینی سرخ میکنن روش میریزن، نمک داره به اندازه کافی، دیگه نمک نمیزنیم روی کباب و اینا، ادویه خوشمزه ایه. و اینکه اینجا چیزش هم نوشته که چیزایی که توش استفاده شده. بعد من بهش الان یه قاشق غذاخوری پر زردچوبه اضافه میکنم با همه این گریل کرید داره که 150 گرمه. بعدی حواستون باشه اصلا نمک نمیخواد بزنین، وگرنه شور شور میشه، این توش نمک داره. حالا قشنگ با هم دیگه مخلوطش میکنیم. صدام هم گرفته ببخشید. اون آرد قبلیه رو ریختم سرش. یکم خب آرد قبلیه که درست کرده بودم زردچوبش بیشتر بود، ولی خب الان اینم خودشیه، فردا نگاش کنی رنگش زردتر شده. وای ساده زمیار کار میکنه. بیا اینم اینه که آقا بشین خرابش نکن دیگه. آقا بسریم اوکی. اون سری بچه ها این شکلات دوبایی درست کردن. ما بتونیم بر من کچون کنیم. آره یه دقیقه بایست. من میخوام این سری یه جور درست کنم که شیرین نباشه، طعم پسته بده. اون سس پسته شیرین بود، اصلا طعم نداشت. من اینجا خودم پسته رو آسیاب کردم گردو، اینم که کنوفه است، یه کوچولو هم شکلات. حالا اینو مخلوطش میکنم. حالا میدم سوسی چیزی مونده ازش تموم کنم؟ نه من ریختم. دیگه اون سس گوشت گرفتی، اون سس اون سس اون سس نیست کوچولو که گرفتی. از اینا میخوانم نه؟ خب من اینه گذاشتم یه 20 دقیقه توی فریز موند، خشن خودشو گرفتش. بعد بای 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 بذار اینجا. من خوردم بذاره ازش، همون جوری شده بود که میخواستم. شیرین آره، آخه من چیز شیرین زیاد دوست ندارم. یافتش که باحاله، یافتش که باحاله. اصلا بیشتر نه بیشتر مزه پسته و کنوفه رو میده، شکلاتش فقط باعث به هم چسبیدنش شده. من آدم آب میافته. خیلی شده بکنم مثل اونایی که کم شیرین دوست دارن. خب من اونی که شما درست هم ریختی روشیه. آره دیگه پسته و گردو با کنوفه، یه ذره شکلات بود خوشمزه، ولی مزه شکلاتش باز میاد دیگه. آره یه ذره فقط بود که چیز بشه. من اونو شیرین بود نتونستم بخورم. خوب شده؟ میشه جانت.
دار درست کردی؟ آفکادو بابا بیا صابونه زمین دارم بیا دخترم زمین بیا صابونه بیا بابا بیا او مای گاش درست از نا درست کردی آره دیگه دخمله هم بیا قشنگ دلم یه طرف رو گفتی من فعلیه بابا بایی پارس نکن پارش نکنی یادمو بری زمنا بلخبرو بری روش بسرو این بسرو کنیت تو این کنیتون بخورم آوکادو نمیستی نه باشن 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 همین بود بابا یا سامیار صابونه نودلار میخوره عجیب نیست چیم ببین داری میرین اون چوب باید خوش باید خوب شده چی رو باشی میخون واو بعدی آوکادو هم بسیم امینارو خوبه؟ قلب منی بابا ببینی چه تدارکاتی براتون دیدم دست درد کنم اسم اینو چی میذاری؟ اینجوری کردم اینجوری شد ها؟ واقعا دست درد نوشه جام یعنی الان من اگه بخواستم درست کنم اینه تو آب جوش ها ای بخواد ها ولی خوب از تنبلی از تنبلی یه ذره شعلش کم بود یک نسبت به قابل مش بگم که همه دیدن بدونن که اشتباه کجا بود همه چی درست بود فقط این که باید رو شعله بزرگی میذاشتم قابلمه با اون بزرگی و چون تخم مرغ سرده حرارت آب گرفت و صورتی که تخم مرغ میندازی تو آب جوش باید سریع بیاد بالا و چیز کنه ولی این چون حرارت شعله کوچیک گذاشته بودم سرمای تخم مرغ آب و سرد کرد با هم انداختی؟ پشت سر هم پشت سر هم ببین تخم مرغ که میشکنی یه زرد داره سه قسمت داره میدونستی هیچینو زرده سفیده نزدیکی یه قاشق چای خوری پرم آبه اینو بعد میخوای اینو درست کنی درست حسابی مثل مال این چیزا بشه کافا بشه که درست میکنن بعد اینو تو این صافیای کوچولو تخم مرغ تو اونا بشکنی آبش از زیرش میره اون یه قاشقه بعد اونو بندازی اون تو قشنگ درست حسابی میشه تخم مرغ بشکن تو یه دونه این صافیا هست خب و اون میره دیگه سفیدیش چی؟ نمیره فقط آبش میره صافیش پس باید چیز باشه دیگه آره دیگه مال چایی هست نیم باشه نوشه جان دوسته تو رو بلعیدم نوشه چونت سارا میگه یه جوری میگه نوشه چونت بهش یه چیزی میدم بهش میگم نوشه جونت میگه که نه بسام یه جور دیگه میگه نوشه جونت سرد شد که بذار برد گرمش کنم نداره بدم این تو همون توست دیگه سرد شد توست نمیخوری تو مطمئن آره نه من نمیخورم من صبح فقط مکه نوتلا بذارم واسه اون یا اونو بذارم چند تا خوردی؟ دو تا سه تا بخور دیگه اونو بخور تو سفیدم داره گفتم شاید اون بخور اون شو دوست دارم خب
خب دیگه همونجور که دیدید خرید مهیدا رو من دیشب همه رو جا به جا کردم و بعد دیگه دیروز جمعه بودش آخر هفته و معمولا من همه کارامو انجام میدم. خب من هر روز تمیزکاری دارم ولی آخر هفته ها یه تمیزکاری کلی تی مثلا زیر مبل و زیر تخت و ملافه و خلاصه مثلا یه ذره عمیق کار میکنم بعضی جاها رو. دیروز همه این کارا رو فشرده انجام دادم بخاطر اینکه میدونستم گلوم درد بکنه سرما خوردم، بعدش هم میخواستم ترشی و اینجور چیزام درست کنم، گفتم که این کارا رو شب انجام بدم که دیگه امروز پاشم پر انرژی باشم برای این کار. برای من که اینجوریه، من اگه مثلا برنامه‌ریزی واسه تمیزکاری اینا داشته باشم اونا مونده باشه بیام مثلا بشینم آشپزی کنم و این ترشی اینا درست کنم خیلی برام لذت بخش نیستش. بعدش هم خیلی مهمه که آدم از کاری که میکنه، حالا چه آشپزیه چه یکی درس خوندن، آدم لذت ببره. اگه به زورکی باشه اصلا خوب نمیشه. به خاطر همینم یه الان من پا شدم یه کاری نداشتم. دیشب دوش گرفته بودم خودم تمیز تکشته بودم لباسا رو واسه بردیم همه رو شستیم ملافا رو آوردیم تا کردیم جمع کردیم و بعد دیگه الان پا شدم. بعد از صبحونه راستی اون قرمه سبزی که هفته پیش آوردش رو سرخ کرده بودم آماده کرده بودم دیگه برای همچین روزی به درد میخوردش که دیگه صبح بذاره بیشتر خوابیده بودم. پاشدم آب ریختم توش و الان داره برای خودش میجوشه. لیمو آمونیاشم بهش اضافه کردم. بعد این وسایلم آماده کردم، وسایل مربای به که بعد تمیزش کردم بعد خوردش کنم. فقط اینم که وسایل ترشیه قرمه سبزی اونم که اونجا داره میپزه. بریم با هم دیگه اینا رو آماده کنیم. خب برم این وسایل رو که آماده کردم بهتون نشون بدم. شکره که وزنش کردم برای هر یک کیلو به، حالا من میخوام این سری پوستاش خیلی خوب بود تمیز شستم میخوام با پوست درست کنم، برای هر یک کیلو 700 گرم شکر میخوام. بعضی هم همون یک کیلو میریزم ولی 700 گرم خوبه چون به هم خودش شیرینه. بعد دیگه اینم که قابلمه‌ای که میخوام توش درست کنم و میریم سراغ این وسایل ترشی. کلم گلی کلم اینا رو الان خود کردم. شیبیت تازه است، شاید یه شیشهشو بهش یه دونم لبو اضافه کنم بذاره رنگش اندفع قرمز بشه، شاید نمیدونم. بقیه لبو رو هم که با شکر میپزم. فلفل اینم این تخمای بهه گذاشتم کنار یا خیس کنم بخورم گلوم درد میکنه نمیدونم، یا اینکه بذارم داخل مربا. هویج و کرفس و اینام شیشه‌هایی که جمع میکنم و هدف زیتون و خیارشور اینا میگیریم برای ترشی. سرکه و نمک، حالا بقیه چیزاشم میارم که آماده کنم. بعد راستی انارارم دیشب سامی دون کردش، دو تا از این زعفرا شد. اینام که لیوان و ژله‌ست سامیار درست کرده با باباش گوشه که آماده بشه. یه کمی جعفری و گشنیز گرفته بودم اینارم شستم. اینم که قرمه سبزیه قلقل میکنه برای خودش. برنجم که اینجا خیس کردم دیگه آماده است. از قبل که آدم این وزن میکنه اینا رو دیگه اینجور کار راحت میشه. چون من دستکشام تموم شده، بدون دستکش اصلا نمیتونم کار کنم. دست به هرچی میزنم انقدر دستام خارش گرفته. مثلا بعضی فکر میکنم من بخاطر ویدیو دستکش دستم بکنم ولی نه، من دستام حساسیت داره، به هم مواد غذایی دست میزنم خارش میگیره. بخاطر همین هم دستکشن رفتم این هم پیدا کردم از اون وسایل سامی. خب این بها رو من این شکلی پود کردم هست و اینا شو در بردم که بتونم وزنش کنم. بعد حالا به اندازه که دوست دارم خوردش میکنم. قرار بود که بعد از ظهر بریم چیز بریم موبیلیا پاساژ، بچه هایی که هم لباس اینا احتیاج دارن بگیریم، ولی سامینو عجله کردش. الان با باباش رفتن موبیلیا اونو خرید کنن. سامیار هم مونده پیش من داره نگاه میکنه. ولی یوز هم بعد واسه سامیار بریم چون اونم واسه اینجا کریسمس برنامه دارن تو مدرسه شون. گفته من لباس چیز میخوام، پپا کاکو میخوام، از این بیسکویت های زنجبیلی لباسشون. بریم براش بگیریم. الان هم که یه هفته است دارن تو مدرسه ها تمرین میکنن،
شعرهای مال کریسمس رو که بخونم. یعنی اینجا حالا هوای کریسمس شده، مغازه ها، مدرسه ها، هر جا میریم. من انا رو وقتی یه چیز بگم، من انا رو همیشه با ایستاده دور میکنم، با میسندم ظرفشویی، بخاطر اینکه اینجا روی میز نگاه کنید، این دستم که اینجوریه دارم چه کاری میکنم، دستم درد میگیره، این خون جمع میشه اینجا، بعد وای میستم اونجا و انجام میدم پاهام درد میگیره. این مشکلیه که هستش، بکنم بعد یه چیز پنگ کنم بشینم رو زمین، بعد اون موقع رو زمینم میشین آدم میگه نمیتونه آدم بلند شه پاش خواب بره. بعد سامی همیشه به من گفتش که برای چی خود اذیت میکنی اونجا وای میستی کار میکنی، بشین قشنگ رو میز اینجا انا رو بکن. الان دوباره سامی انا میگیره، خودش گفته دو میکنم، چون واقعا دیده که انقدر کار من زیاده داره واقعا به فشار میاد. الان چند وقتیه این پاشنه پا من دستم حالا کم بود، پاشنه پا مثلا یه چیزی، یه میخی، یه چیزی انگار که تو شروع میده. روزایی که کارم زیاده خیلی دردش بیشتر میشه، مثلا راه میرم و اینا. خلاصه هیچ چی داشتم اینو میگفتم. انا رو الان دو دفعه داره خودش دور میکنه. سری اول اینجا نشست دور کرد، گفت خیلی خوب بود راحت دور کردم. سری دوم گفتش که خیلی خوبه، فقط این دستم اینجا اذیت میشه. گفتم برای من وای نیستم دیگه. بعد اینجا رسید به حرف من. بعد یه چیز دیگه هم، همیشه لباسشویی. من لباسشویی همیشه هفته ای دو بار وقت میگیرم. بعد لباسشویی ما برای اونایی که تازه ملحق شدن به کانال ما، سوال براشون پیش اومده که چرا من میرم بیرون لباس میشورم، برای بار هزارمین بار میگم که خونه هایی که قدیمیه توی اینجا سوئه، ساختمون های قدیمی لباسشویی های عمومی داره، مگه اینکه مثلا سرویس بهداشتیش به اندازه نورمال، به اندازه استانداردی که این آمد در نظرشون بزرگ باشه که بیان لباسشوی خوشکن بذارن. مثلا مال ما رو اومد اندازه گرفتن، گفتن که نه نمیتونیم بذاریم، کوچیکه، به وان نزدیک و خطرناکه. حالا هیچی، به خاطر همینم دیگه اومیه. ولی خونه های جدید، آپارتمان های جدید همه شون داخلن. بعد داشتم اینو میگفتم، لباسشویی من همیشه هفته دو بار وقت میگیرم، به خاطر اینکه وقتی خیلی زیاد میشه، فقط شستنش که نیست، حمل کردن و بردنش، بعد از اون بر آوردنش دوباره، بعد جا به جا کردنشون، بعد حالا این وسط بچه ها لباساشون میخواد، هی باید با دست بشوری یکی دو تا تیکرشون و اینا. سامی همیشه میگه تو بر خودت کار میتراشی. هفته یه بار اون لباسشویی بزرگی که سریعه، چهار تا لباس شویه، آخه ما دو تا لباس شویی داریم، یکی اون طرف، یکی سمت چپ. خلاصه یکیشون چهار تا لباس شویی داره، تو دو ساعت میتونی یک عالمه لباس بشویی، ولی اونجوری نیست بتونی هر وقت دلت خواست وقت بگیری. زیاد زیاد هفته یه بار میتونی توش وقت بگیری. به خاطر همینم من همیشه تو اون یکی لباس شویه که بعضی موقع مشکل پیش میاد، خرابه یا اینکه اونجا بهداشت رعایت نمیکنن، تمیز نمیکنن، ولی من اونجا راحت تر بودم. هفته دو بار میگرفتم تا میام اونش خور میزد، تو الکی کار میتراشی برای خودتو، هفته یه بار بگی بذار جمع شه میریم میشوریم. گفتم دیگه بعد از این همه سال، گفتم که باشه میذارم هفته یه بار که با هم دیگه ببریم، چون واقعا دیگه از کمر و پا افتادم. بعد هیچی، اون هفته گذاشتیم بردیم، گفته دیگه خوب بود و اینا. این هفته هم بردیم، ولی خب بیشتر من چون کار داشتم و اینا، نظافت داشتم خونه رو میکردم، فقط با هم بردیم، بقیه کاراشو خودش کرد، یعنی برد و انداخت و خوشکن کاری که من همیشه انجام میدم و صدام هم در نمیاد. برد انداخت خوشکن و آورد و تا کرد و بعد آخر سر در اومد گفتش که اینجوری خیلی سخته، هفته دو بار باید بگیریم. دیگه من اونجوری نیستم، اونجا اخلاق ندارم بگم آه چی شد به حرف من رسیدی، به نظر من این کار اصلا درست نیستش. گفتم که آره به نظر من، فکر کنم که هفته دو بار بهتره، چون هم وزنش کمتر میشه، همه چیش راحت‌تر میشه، بچه هم لباساشونو که میخوان دارن. حالا الان دوباره وقت گرفته و برای وسط هفته به خودم میبرم.
اینجوری بعضی وقتا منم شده خیلی به حرف سام میرسیدم و خیلی خب اون تجربهش هم من خیلی بیشتره، مخصوصا چون این کشور بزرگ شده. خیلی جا من خودبازی در آوردم، گفتم نه، ولی خب به حرفش رسیدم. خوبه که آدم خودبازی در نیاره. زن و شوهر دوتایی تو زندگی اگه یه وقتی به حرف هم دیگه میرسن قبول کنن دیگه. بعد حالا اون یکی طرف هم لازم نداره یه بکنه تو سرش بگی که اگه از اول حرف منو گوش کرده بودی تو اصلا حرف منو گوش نمی‌کنی. لازم نداره. اون اینه که آدم تجربه کرده و به این نتیجه رسیده. خلاصه این بود داستان لباسشویی ما. ترشی درست کردم برای من خیلی راحته، خیلی براشون سخته بخاطر اینکه یه جوری اینو جا انداختن، ترشی رو سخت گرفتن. بشوری، پارچه بندازی، بریزی آبش بره، یه قطره آبم نداشته باشه. بخاطر همینم خیلی ها مثلا دوست من بخاطر همین چیزا که شنیده نمیشه میترسی درست کنه خوب نشه. حالا یه بار بهش گفتم وسایلشو بگید درست کن، حالا که خوب میشه نمیشه دیگه، به هر حال یه بار تجربه کنم کاری نداره. یه بار داری سالاد درست میکنی، سالاد مگه خونه درست میکنی؟ تمام اونجا خرد کنم، خیلی لازم نیست سخت بگیری به خودت. احتیاج حالا اینجوری به چیدنم نداره. حالا من چون میخوام فیلم برداری کنم هم دارم میچینم میارم یه ذره کارم چیز تمشه، ولی مثلا اگه فیلم برداری نباشه من همونجوری مستقیم اینا رو تو اون ظرفی که با هم دیگه قاطی کنم خرد میکنم و به قول معروف کیسانیه هم میشم. خب بعد از اینکه بهار خرد کردیم حدود یه لیوان پر آب میریزیم روش، زیرش رو روشن میکنیم، درش هم میبندیم تا بها یکم بپزه. ترشی رو گفتم میخوام بذارم قرمز رنگ بشه، هویجو کلمز نمیخوام بهش بزنم، فقط کلم زدم، دو مدل کلم زدم، ما این فلفلم زدم برای عطرش، یک کمی سیر، نعنا خشک میزنم با لبو. به این شورمونم ترخو میزنیم، ترخو خشک. گل پر یه ضرب ترشی هم میزنیم، نمک، بذارم سر جاش من
مربا بهی شده، یک عطری داره، بعضی بهش مثلا دارچین و هلو اینا میزنن، ولی واقعا به خودش یه عطری داره، احتیاج به هیچی نداره. سامینا چی خریده سامیا؟ سوالی خریده سامینا، قدش دراز نیست؟ خیلی قشنگه. از چند سال تا چند ساله؟ از 1000 سال تا میلیون. چند خریدی؟ 280 کرون. اوه بولیز خالخالی خریده. چون چیزش آوردم. از این خونگی ها خریده با شعبارش. خیلی خوش. چون چیزش آوردم. میار میشه بیاری، ولی با بنازم دور دیگه به دردمو نمیخوره. چه خوشگلی لباست سامینا. خالخالیه. 199 تا. خیلی قشنگ، مبارک باشه مامانه، خیلی خوشگل. ماما ترشی درست کردم دیدی؟ واو این چی چیست؟ ترشیه نکنجونی بله چی چیه؟ لبو ریختم که قرمز شلدافه این قرمزا لبوه؟ با کلم؟ کلم و کلم. برگ کلم چیز دیگه نزدم، هویج مویج نزدم، چون هویج و خیار اینا بدرنگ میشه قرمز میشه و اون دوتا هم شوره. آه دست در نکنه که میتونیم بخوریم زود میرسه دیگه، سه روز دیگه میخوریم. سه روز؟ بله بله. خب سه روز؟ سه روز با دختری رفتی بیرون. خب بود خب پدرت در اومد؟ اگه بودیم کجا رفتیم، آخرش رفتیم تا گوشتا، از اونجا رفتون اونجا هم باز نزدیک بود. الان اون شعبالیه که باز انقدر بلنده که آره دیگه مدلشه دیگه. نمیشد هرچی میموشی نمیشد. نه رفتون دیگه نزد نمیشد. یه چیزایی انتخاب میکنه اینجا یا تنگه یا پایینش داره که بشویی که اصلا نمیشه استفاده کرد، یعنی که اینجا شمیدن فاقش بلنده که فاقش کوتاهه. با سیبت با سامینا خرید کرد. اون دستکش تو رو باید داشتم دیگه، توش میخواستم با همه وجود دستم همه داغون شدم. نه همه دستکشه؟ نه اینو دستمال معمولیه. اینو دستمال کاغذیه؟ اینو دستکش. دستی گلت درد نکنه، قشنگم. ستا دیویز چار ست 600 800 1200 دونه دستکش میشه. خب منظور ببینید تو چند روز استفاده میکنید. 1200 دونه فکر کنم 20 روز ببینه دلم 25 روز اینا دیگه. آو بعد بمونه قرمز شه مرباه. آی سامیه خب ما نهارم خوردیم، صدای من خیلی دیگه باید جور گرفته، فکر کنم یه واقعا باید جور سرمه خوردم دیگه، از نهار خوردنمونم فیلم نگرفتم. اینم که مرباه یه کوچولو دیگه فقط بجوشه به قوام بیادش، یه کمی آب لیمو زدم بهش که شکرک نزنه. بچه ها فقط ببینید چه مربایی شده، نگاهش هم سرد شده دیگه، اینم قلزتش همونجور که میخوام، البته بذارم یخ شد از اینم سفتر میشه، هم رنگش خوب شده. من هیچی هم بهش نزدم، نه زعفرون زدم نه هل زدم، چون اینقدر بوی خوبی را افتاده بود حقیقتش حیف آمد بخوام چیزی دیگه ای به این اضافه کنم. اینجا هم که میبینید الان شاید باورتون نشه اون آلبالویی که درست کردم با سه تا بسته انقدر خوشمزه بود که دیگه سریع اینو تمومش کردن تا من دوربینو بیارم بخوام فیلم بگیرم ازشون. شما ببینید اینا با چه ولعی خوردن، چقدر خوششون اومد، دیگه نشد فیلم بگیرم که الان گفتن دوباره درست کنم ولی بیشتر. حالا اینو آوادم یخشه یه ذره باز شه دوباره درست کنم، اینا هم بریزم تو شیشه و دیگه تمام.
این الان 4 تا بس آلبالوه جوشیده. الان من بهش 4 تا قاشق مربا خوری نشاسته دوباره اضافه کردم. نمکم که زده بودم دیگه. یعنی دیگه آماده است. یک عالم آلبالو داریم. حالا دیگه بخورم قشنگ سیر شد. اونو گفتن کم بود. ما سیر نشدیم. چشم ما موند دنبالش. نمیدونم با این چیکار کنم. امروز سامینا اومده برای خودش چیز درست کرده، نودلار درست کرده، بعد روگاز یه ذره ریخته اومده تمیز کنه با این پارچه تمیز کرده. اینم یه حالت پلاستیک داره دیگه، بعد الان اینجا قشنگ پلاستیک چسبیده. منم نمیدونم با چیکار کنم. باید برم یه ذره تو گوگل سرچ کنم ببینم که چجوری باید تمیز بشه. حالا شما هم اگه ایده ای داری بنویسید، حالا شاید به درد کسی بخوره. حالا الان روشنش کردم ببینم میره. جانم دیگه اون پلاستیکش دود شد رفت، حالا اینم سرد شه با اسکاچ بکشم ببینم میره یا نه. خب اینم من یه اسکاچ کشیدم بهش، اینجور ساده و نرم، خیلی فشارم ندادم دیگه اون رفتش. پس اینجوری شد که حرارت رو فقط زیاد کردم، اون خودش پلاستیکش دود شد و رفت هوا. خب اینم از این.